در خدمت شما هستم. این مجموعه برنامه ها رو من اختصاص دادم به موضوع حیطه های ممنوعه و خط قرمز های حالا یا فکری یا عملی که جمهوری اسلامی برای جامعه ایران و برای اهل علم، تحصیل کردگان، سیاستمداران تعریف کرده و خب اونها هم کمتر جرأت می کنند که این خط قرمز ها رو نقض کنند یا به اون حیطه های ممنوعه وارد بشند. قبل از اینکه بحث جلسه امروز رو شروع کنم که در مورد تعبیر جامعه دینی هست، نخست تشکر میکنم از دوستانی که برای من مدام ایمیل میفرستن، حالا یا تشکر میکنن از محتویات برنامه یا نکاتی رو متذکر میشن، انتقاداتی رو مطرح میکنن. از همه اونها تشکر میکنم. من تک تک به ایمیل های دوستان پاسخ میدم. مطمئن باشید که اگر پیامی رو برای من بفرستین، من حتما عکس العمل بهش نشون خواهم داد. ایمیل من هم هست majidmohammadi@gmail.com. من سعی میکنم قبل از 24 ساعت به ایمیل های دوستان معمولا پاسخ بدم، نمیذارم که این ایمیل ها کهنه بشه. در این برنامه همونطور که خدمتون عرض کردم، بحث من در مورد تعبیر جامعه دینی هست. شما این تعبیر رو مدام از روحانیون، از پاسداران روحانیون، از دستگاه تبلیغاتی حکومت و همچنین از اصلاح طلبان مذهبی، چه در داخل و چه در خارج کشور، این تعبیر رو میشنوید. محتوای این تعبیر این هست که جامعه ایران یک جامعه دینی است و به خاطر اینکه جامعه دینی هست، خب طبعا حکومتش هم باید دینی باشه. اگر اصلاحاتی هم بخواد تو این جامعه صورت بگیره، بنا به نظر آقای سروش باید ابتدا اصلاح در دین صورت بگیره، یا قبل از آقای سروش آقای شریعتی یا دیگرانی هم همین استدلال رو داشتند که چون این جامعه مردم مسلمان هستند، دیندار هستند، اصلاحاتی هم اگر بخواد صورت بگیره ابتداعا باید اصلاحات مذهبی صورت بگیره، یا دین احیا بشه، یا دین بازسازی بشه، یا دین نواندیشی درش صورت بگیره. حالا به تعابیر مختلفی که انواع و اقسام افراد و گروه های نواندیش، احیاگر، روشنفکر، اصلا میست که خودشون برای خودشون میگذارن، اینها به کار بردن و این تعبیر جامعه دینی رو مدام استفاده میکنن. در اون طرف داستان هم مقامات جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای اینکه جامعه رو دینی کنه مدام به مردم القا میکنه که شما مردم دینداری هستید. البته خب القا هم میکنه در کنارش که شما مردم دینداری هستید، آنچنان که ما دین را تعریف میکنیم، آنچنان که ما دین را میخواهیم. ادعای دینی بودن جامعه ایران به دوران معاصر برمیگرده. شما اگر برید به دوره های گذشته، مثلا برید 300-400 سال قبل در دوره صفویه، اصولا به چنین تعبیری بر نمیخورید. حتی قبلترش برید، مثلا برید به صدر اسلام، در متون مذهبی اصولا چنین تعبیری وجود نداره. در متون مذهبی مسلمانان معمولا اگر خطابی هم صورت میگیره به مؤمنان صورت میگیره، یا سخن از امت میشه. بحث از امت یعنی جمع دیندار و جمع مؤمنان، که البته در هر جامعه ای همه شهروندان جامعه مؤمن نیستند، همه شهروندان جامعه از اعضای امت به حساب نمیان، یه تعبیر مذهبی است. اتفاقا در زبان انگلیسی به اینها میگن religious community، muslim community یا christian community. اینا گروه هایی هستن که یه دین خاصی دارن، دور هم جمع میشن، معبدی دارن، کلیسایی دارن، مسجدی دارن. اونجا اون گروه کوچک رو میشه ازش با عنوان جمع دینداران صحبت کرد، چون همشون از یک جنس هستن، به یک دین باور دارن. اما جامعه به طور کلی ما نه در تاریخ ایران سراغ داریم که این تعبیر به کار رفته شده باشه و نه در صدر اسلام سراغ داریم که چنین تعبیری به کار رفته باشه. این تعبیر ساخته و پرداخته اسلامگراهای دوران جدید هست. در مقابل جامعه کمونیستی، در مقابل جامعه بی طبقه کمونیستی، گروه های اومدن جامعه بی طبقه توحیدی درست کردن یا جامعه دینی درست کردن. خیلی شبیه هست، این از همون داستان کمونیسم به نظر میاد که این ماجرا الگو برداری شده باشه. یه تعبیر اصیل و اوریجینال مذهبی نیست،
تعبیری است که در دوران جدید درست شده با اهداف خاصی. این تعبیر درست در کنار تعابیر با قید دینی دیگری که در این مجموع برنامه ازش صحبت کردم، مثل تمدن اسلامی، مثل هنر اسلامی، یا نمیدونم مثل فلسفه اسلامی، من معتقد هستم که هیچ کدوم از اینها وجود خارجی نداره. اینها رو ساخته و پرداخته کردن برای اینکه یک جهتگیری خاصی به جامعه بدن، به فلسفه بدن، و اهداف سیاسی پشت سرش بوده. اینها با اهداف مذهبی یا اهداف علمی یا گزارشگری های خاصی اونجوری درست نشده. اینها با اهداف سیاسی برای کسب قدرت، برای نشستن بر امواج خاصی در جامعه، روی امواج خاصی در جامعه این تعابیر خلق شده و ازش استفاده کردن. اتفاقا تا حدود زیادی هم موفق بودن، چون هنگامی که به جامعه شما القا بکنید که همتون دیندار هستین، یه عده که میخوان به حکومت نزدیک بشن خب ریاکاری میکنن یا به شکل حکومت در میان، یه عده هم تلاش میکنن که کاری نکنن برخلاف داستان که یه وقتی برچسبی برشون بیاد زده بشه یا هزینه هایی رو بخوان برای این موضوع بپردازن. این تعابیر کارکرد داره، اینطور نیست که این تعابیر همینطوری میان آسمان و زمین انداخته شده باشه و یه کسان خاصی برای اینها رو بردارن. نه، این تعابیر مؤثر توی فضای اجتماعی، تأثیرات خودش رو داره، داشته، همچنان هم داره. حالا یه بخشش ریاکارانه هست، یه بخش هم یه ده هستن که خب واقعا ممکنه باور کنن که جامعه ایران یه جامعه دینی است، جامعه ایران یه جامعه اسلامی است. من معتقد هستم که چنین چیزی واقعیت نداره. حالا تو این برنامه خدمتتون توضیح میدم که چرا چنین تعابیری استفاده شده. حتی در دوران صفویه که شیعیگری به زور در ایران با کشتن سنیان، با وادار کردن سنی‌ها به تغییر دین، شیعیگری به دین رسمی تبدیل میشه و روحانیون قدرتی وافر در اعمال ایده هاشون پیدا میکنند، از چنین تعبیری استفاده نمیشده. این کاملا یه مفهوم جدید هست، به دنیای مدرن تعلق داره. البته هر چیزی که به دنیای مدرن تعلق داره معنیش این نیست که مفهومی است به کار میخوره، مثبته، باید سراغش بریم. فاشیسم و کمونیسم و اقتدارگرایی و تمامیت خواهی و همه اینا مال دنیای مدرن هستن دیگه. این هم، این تعبیر جامعه دینی هم در واقع ساخته و پرداخته شده برای اقتدارگرایی مذهبی و برای تمامیت خواهی مذهبی. البته بر این موج ابتداعا، یعنی کسانی که این تأثیر رو درک کردند، ابتداعا روحانیون نبودن، روحانیون اصولا در این باغ ها نبودن که از این تعابیری مثل جامعه دینی، تمدن اسلامی، هنر اسلامی، قبل از انقلاب شما اگر برید روحانیون نبودن که این تعابیر رو استفاده میکردن. عمدتا یا روشنفکران مذهبی بودن، امثال آقای بازرگان یا شریعتی، یا روشنفکرانی بودن که دنبال برساختن یک هویت برای ایرانی ها بودن، مثل آقای شایگان، مثل آقای نراقی، که میخواستن یه چیزی برای ایرانی‌ها درست کنن در مقابل غرب، که ما غرب نیستیم. حالا برای چی؟ اون بماند، اون بحث طولانی و گسترده‌ای رو داره. یعنی پروژه فقط مذهبیون نبوده، هم بخشی از مذهبیون در این پروژه مشارکت داشتن برای دینی کردن و اسلامی کردن جامعه ایران، و هم بخشی از نیروهایی که فکر میکردن ما باید یک شرقی رو در مقابل غرب علم کنیم، ما یک هویتی باید درست کنیم در مقابل هویت غربی، که حالا هویت غربی چیه بماند، هویت شرقی چیه بماند. اینا طیف‌های خیلی گسترده و عجیب و غریب داره. من معتقدم بخش عمدش جهتگیری‌های سیاسی داره و بخشش هم مبتنی است بر جهل. یعنی این دوگان درست کردن عمدتا مبتنی است بر نادانی، چون غرب یک پدیده هماهنگ و یک دست و متجانسی نیست، درش همه جور موجوداتی، همه جور فرهنگی، همه جور دینی در جامعه غربی وجود داره. در عالم شرق هم که شما برید، از چین و ژاپن بگیرید برید تا شمال افریقا، اونجا هم انواع و اقسام مذاهب و آیین‌ها و گرایش‌های عرفانی و گرایش های هنری و همه اینا به چشم میخوره. یک دست و یک جنس و اینها نیست که شما از یک شرقی در مقابل غرب بخواید صحبت کنید. یه داستانیست که خلاصه حرفم این است که ابتداعا این ماجرا توسط روشن فکرها و تحصیل کرده های مذهبی و بعضا سکولار
درست شد. منتها خود اینها نتوانستن از این موج بهره گیری کنن و بیان بر موج سیاسیش سوار شن. میخواستن چنین کنند، اما روحانیون از اونها زرنگتر بودن و توانستن که بر این موج سوار بشن. موجی رو که امثال آقای نراقی و آقای شایگان در بچه غیر مذهبی ها و اون طرف هم شریعتی و بازرگان درست کردن در ایران، روحانیون خیلی خوب سوار بر این امواج شدن و قدرت رو به طور مطلق در دست خودشون گرفتن. در اینجا من یه پرانتزی رو براتون باز کنم. اینکه در ایران در سال 57 انقلابی رخ میده و بعد هم بعد از یکی دو سال یک حکومت مذهبی قصاب و قبیله‌گرا، فرقه‌گرا، خشن شکل میگیره و روحانیون میان و این حکومت رو به دست میگیرن، این یک بار اتفاق نیفتاده که، یک جورچینی بوده، یک پازلی بوده که اجزاء مختلفی داشته و این کم کم شکل گرفته. ما کاری که باید بعد از 30-40 سال انجام بدیم برای اینکه این حکومت رو کنار بگذاریم و مردم ایران رو از شر این حکومت قرون وسطایی خلاص کنیم، باید یک به یک اجزای این پازل رو پیدا کنیم و باز کنیم. یک به یک از درون این مجموعه، از درون این جورچین باید این اجزا رو برداریم تا یک باره به هم، تا به تدریج به هم بریزه. این بحثایی که من در خدمت شما هستم در واقع تلاش هست برای برداشتن یک به یک این اجزای این پازل، برای این برهم ریختن این جورچین که امروز، یعنی از سال 57 به بعد، زمینه رو فراهم کرد، بستر رو فراهم کرد برای اینکه روحانیون در ایران قدرت رو به دست بگیرن. یکی از اجزای این پازل، از این جورچین، این بوده است که به جامعه القا کنن که شما یک جامعه دینی هستید. جامعه ایران جامعه دینی نیست. هیچ جامعه جامعه دینی نیست. چون نمیشود که همه افراد جامعه دیندار باشن، اونم به یه شکل، که بعد ما این جامعه رو مثلا جامعه اسلامی اسم بذاریم یا جامعه مسیحی یا جامعه زرتشتی. در هر جامعه طیف‌های مختلف هست، باورهای مختلف هست، گرایش‌های مختلف هست، افراد بی‌دین هستن، افراد با دین هستن، افرادی هستن که کمی دین دارن، کمی تا قسمتی دین دارن، افرادی هستن تظاهر می‌کنن، افرادی هستن بعضی وقتا دین دارن، بعضی وقتا دیندار نیستن، افرادی هم هستن که هیچ وقت دیندار نیستن. یعنی یه طیف عجیب و غریب و متنوعی داره که حتی با نظرسنجی هم شما نمیتونید همه جزئیاتش رو در بیارید، چون افراد نمی آیند همه اون نهانخانه دلشون رو برای شما آشکار کنند. ما کاری که باید بکنیم، یعنی کسانی که فعالیت‌های فکری میکنند، فعالیت‌های نظری میکنند و در کنارش هم اهل سیاست، اونهایی که با این حکومت مخالف هستند، باید یک به یک اجزایی رو که در کنار هم قرار گرفته و منجر شده به شکل گیری این حکومت، درست کردن مثلا یک هویت اسلامی در مقابل هویت غربی، تمدن اسلامی در برابر تمدن غربی، حکومت دینی، حکومت اسلامی در برابر حکومت دموکراتیک، یک به یک این اجزایی رو که اینها درست کردن و زمینه‌های فکریش رو ما باید پیدا کنیم، اینها رو دوباره رشته شده به هم، اینها رو باید از هم باز کنیم، یک به یک اینها رو باز کنیم تا جامعه بتونه نفس بکشه و راه خودش رو پیدا کنه. بسیاری از افراد در تار عنکبوت‌های این جورچین‌ها، این پازل‌ها گرفتار هستند، ذهنشون نمیتونه از این مجموعه راحت بیرون بیاد. باید یک به یک باید به نظر من این داستان رو باز کرد. این تعبیر جامعه دینی به نظر من یک پیوند وسیقی داره با ایدئولوژی اسلامگرایی. اصولا اسلامگراها بودن که این تعبیر رو به جامعه ایران معرفی کردن. چرا؟ اول اینکه با همین توجیه میخواستن سیاست رو دینی کنند و بعد اسلامی سازی رو به عنوان سیاست خودشون دنبال کنن. خب اگه قرار هست که سیاست دینی بشه و سیاست اسلامی سازی بشه، خب چه گروهی قرار هست که بیان بالا بشینن قدرت رو به دست بگیرن؟ اونایی که خودشون رو ادعا میکنن متخصصان اسلامن. حالا یه طرفش روحانیونن، یه طرفش هم روشنفکران و اصلاح طلبان مذهبی هستن که البته اونها نتوانستن چندان بخش بزرگ قدرت اونها نتوانستن بگیرن، چون روحانیون شبکه قدرتمندتری داشتن و در فریب مردم، در ارتباط گیری با مردم
معمولا موفق تر بودن نسبت به کسانی که خودشون رو روشنفکر مذهبی معرفی میکردن. همچنین این تعبیر، تعابیری مثل جامعه دینی برای حذف سیاسی دیگران خیلی خوب کار میکنه. شما میتونید سکولارها رو، عرفیگراها رو حذف کنید، ملیگراها رو حذف کنید، مارکسیستا رو حذف کنید، مخالفان دین رو حذف کنید، همش هم با توجیه اینکه اینها جامعه دینی شما پذیرفته نیستید، جامعه دینی شما رو نمیپذیرند، شما بخشی از این جامعه نیستید، شما غریبه اید، شما دیگری هستید، دیگری توی علامت نقل قول، غیر خودی هستید. این تعابیر با همین مفاهیمی مثل جامعه دینی در واقع زمینه‌هاش چیده میشه. نکته دومی که وجود داره و این هم کاملا نشون میده که این تعبیر جامعه دینی بخشی از پروژه اسلامگرایی و اسلامی سازی جامعه ایران بوده، اینه که با این تعبیر مخالفان رو مقهور خودشون قرار بدن، مخالفان رو مقهور گفتمان اسلامی یا مذهبی خودشون قرار بدن. هدف این بوده که افراد غیر دیندار اصولاً بیدینی خودشون رو اظهار نکنند، شرم کنند، خودشون رو تحت فشار اجتماعی ببینن که یه جایی بگن که آقا من اعتقاد ندارم به این حرفا. مثلا در ایران بسیاری هستن که نمیان به راحتی بگن که آقا من اعتقادی به این داستان شلاق زدن افراد در ماه رمضان اگر غذا بخورن ندارم. بسیاری دارن اعتقادو ولی بیان نمی‌کنن، شرمنده هستن از اینکه چنین اعتقاداتی رو بیان کنن، چون تحت تاثیر اون القاعات اینکه آقا این جامعه دینیه قرار دارن. در صورتی که جامعه یه چیز جنگل مولایی است، همه جور موجودات درش پیدا میشه از حیث گرایشی و ارزشی و مذهبی. خب تا یه حدی هم ایجاد هراس میکنن که این جامعه مذهبی شما اگر اظهار کنید غیر مذهبی هستید ممکنه اعدامتون کنن، ممکنه نمیدونم محرومتون کنن، ممکنه زنتون رو براتون حرام کنن، کاری که روحانیون همیشه میکردن و امروز هم همچنان دارن این کارها رو انجام میدن. و هدف سوم از دینی معرفی کردن جامعه این هست که کسانی که در رأس قدرت قرار میگیرن برنامه‌های ناموفق خودشون رو توجیه کنند. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت ورشکسته و شکست خورده است. در هیچ زمینه این حکومت هیچ دستاوردی نداره، نه در زمینه عدالت، نه آزادی، نه معنویت، نه استقلال. جمهوری اسلامی میگه که از با دولت غربی با اسرائیل در حال جنگ است، ولی تحت الحمایه و تحت القیمومه چین و روسیه است. این کاری است که در دوره آقای خامنه ای انجام شده. مواردش رو هم من در نوشته‌های مختلف آوردم که چرا این داستان اینجوریست. پولایی که امروز جمهوری اسلامی در چین داره بسیاریش رو نمیتواند به شکل مستقل اینا رو خرج کنه. چینی ها میگن که شما باید این پولا رو چجور خرج کنید. بسیاری از منابع رو به راحتی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی نمیگذارن. این روس ها هستن که القا میکنن که شما سیستم نظامیتون رو، سیستم دفاعیتون رو چطور باید بچینید با اصلا نوع اسلحه هایی که به ایران میفروشن. این تبلیغاتی که در ایران وجود داره که ما خودکفا هستیم از لحاظ ساخت موشک، نمیدونم تجهیزات نظامی، اینا همه تبلیغات بیهوده و پوچ هست. این موشک ها همه از کره شمالی خریداری میشه، جنسش فقط اسمش رو عوض میکنن، کاری که در ایران برای همه کار کردن، دانشگاهی بوده مثلا دانشگاه ملی اسمش رو عوض کردن، خیلی استادن در اسم گذاری، اسامی رو تغییر دادن، زلزال و فاتح و از این اسمایی است که بر موشک ها گذاشتن، ولی این موشک ها رو معلوم هست که اینا رو از کره شمالی میخرن و هر وقت هم حوض کنن چند تاشون میندازن برای اینکه حالا یا قیمت نفت بره بالا یا یه در ایران در داخل ایران غرور ملیشون رو تحریک کنن یا یه کسانی تو منطقه بترسونن. این اهدافی است که اینها معمولا دنبال میکنن، وگرنه نه تکنولوژیش در ایران وجود داره، نه سپاه پاسداران چنین ظرفیتی رو در ایران داره. بخش قابل توجهی از نیروهای مبتکر و نیروهای خلاق ایران رو رها میکنن و میرن. اینا چیزایی است که ما میدانیم، کسانی که در ایران زندگی کردن. من در ایران دانشگاه رفتم، دانشگاه رشته مهندسی بودم، برای کارآموزیم به مثلا مرکز تحقیقات مخابرات بودم. اصولا چنین ظرفیت هایی در ایران وجود نداره. همه اینها داستانگویی است برای اینکه کسانی این ماجراها رو باور کنن و متاسفانه خب کسانی هم هستن که اینها رو باور میکنن. جمهوری اسلامی دستاوردی نداشته. خب
این نظام بی دستاورد و این نظام ورشکسته رو چجوری میشه توجیه کرد؟ با عنوان دینی گذاشتن روش. دیگه کسی دیندارها دیگه سوال نمی کنن که آقا شما چه دستاورد؟ میگن ما دین رو پیاده کردیم، به تکلیفمون عمل کردیم. سیاست مداران اسلامگرا اصولاً پاسخگویی به مردم رو در برابر سیاست‌هایی که اجرا می‌کنن، تصمیم‌گیری‌هایی که دارن، دوست ندارن و دیندار معرفی کردن جامعه بدین معناست که در هر شرایطی و علارغم هر گونه ناکارآمدی در قدرت اینها باقی بمونن. جامعه دیندار محتوم به تحمل سیاستمداران دیندار و حالا در ایران اسلام‌گراست. با همین ادعاست که حکومت دینی ابدی معرفی شده. اینا میگن ما ابدی هستیم. چرا ابدی هستن؟ برای اینکه میگن آقا جامعه دینی ما هم که متولیان دین هستیم، بنابراین قرار است که ما تا ابد بر شما حکومت کنیم. خب علاوه بر کارکردهایی که این تعبیر جامعه دینی برای روحانیون، برای پاسداران، برای اونهایی که در قدرت هستن، علاوه بر کارکردهایی که برای اونها داره، برای اصلاح طلبان مذهبی، برای روشنفکران مذهبی، برای اونها هم کارکرد داره. اونها هم عاشق این گونه تعابیر هستن و از این تعابیر مدام استفاده میکنن. عده‌ای برای توجیه عدم باور به براندازی استبداد دینی و عدم باور به کنار گذاشتن اصلاح طلبی مذهبی همیشه به این موضوع تمسک پیدا کردن که جامعه ایران یه جامعه دینیه و نباید کاری بکنیم که دینداران علیه تحول خواهان حرکتی داشته باشن، بشورند، به دلیل اینکه جامعه ایران دینیه. از دین نباید انتقاد کرد، از مفاهیم دینی نباید انتقاد کرد، از ریاکاری مذهبی نباید انتقاد کرد، از سرکوب مذهبی نباید انتقاد، اصولا دین رو نباید مورد انتقاد قرار داد، به باورهای مردم نباید کار داشت. حالا اینو در عبارت‌های شیکتری عرضه می‌کنن که باید به باورهای مردم احترام گذاشت، یعنی باید ساکت باشید، در مقابل این باورها چیزی نباید بگید. خب اون طرف هم همه استبداد و زورگویی و اقتدار و فساد و اتلاف و ناکارآمدی و همه اونها هم دینی شده، بنابراین به اونها کسی نباید کار داشته باشه. من همیشه توی این برنامه ها عرض کردم که فرد محترمه، افراد دیندار محترم هستن و به افراد دیندار باید احترام گذاشت، اما باورها صاحب نداره. باورهای دینی، آنچه که به عنوان مجموعه دستورات مذهبی ارائه میشه، اینها به کس خاصی تعلق نداره، اینها رو میشود انتقاد کرد. این که مثلا فردی رو یک دینی بیاد افرادی رو به دلیل اینکه رابطه جنسی داشتن مورد سنگسار قرار بده، این یک عمل وحشیانه است. این عمل رو باید تقبیح کرد، باید باش برخورد کرد. این که در ماه رمضان افرادی رو که در خیابان غذا میخورن، غذا خوردن یک عمل طبیعی است، هیچ نظام اخلاقی چنین چیزی رو محکوم نمیکنه. این که افرادی رو بگیرن و ببرن شلاق بزنن، این یک کار وحشیانه است. یعنی فقط یک قوم وحشی، یک قومی که هیچ اثری از انسانیت درشون دیده نمیشه، چنین کارهایی رو انجام میدن. این نقد باورهاست، نقد دستورالعمل هاست. ولی اگر کسی به چنین چیزی باور داشته باشه، به خود فرد، به حسن و حسین و نمیدونم تقی و نقی و داریوش و کوروش و هر به هر اسمی، اگر به چنین چیزهایی باور دارن، به خود اون افراد به نظر من باید احترام گذاشت، چون فرد قابل احترامه. اما نظام باور، نظام دستورات، اینها قابل نقده. این ما مقدسات در حیطه باور، در حیطه دستورالعمل ها، در حیطه ارزش ها مقدسات نداریم. باید همه اینها رو یک به یک زیر چاقو گذاشت، خورد کرد و دید که کدامش به کار بشریت میخوره، کدامش به نفع بشریت بوده، کدامش به ضرر بشریت بوده، کدامش میتونه انسانی رو از یک رنجی خلاصی بده و کدامهاش برای انسان جز رنج چیز دیگری به بار نمیاره. ببینید، گروه هایی که یک دسته دیگر از افرادی که این داستان دینی بودن جامعه رو به خوبی بهشون القا میکنن و اونها هم به خوبی از این تعابیر مرتبا استفاده میکنن، تواب ها هستن. کسانی هستن که نظام های دیکتاتوری اینها رو میگیرن، شکنجه میکنن، آزار میدن و اینها رو از اون ایده هاشون برمیگردونن به ایده شکنجهگران
به ایده حکومت، به اینا میگن تواب. در جمهوری اسلامی الا ما شاء الله از این تواب ها وجود داره. مثلا یک نمونش آقای فراستی است که منتقد فیلمه، این رو گرفتن در یه دوره زندان بوده، به حکم به اعدام محکومش کردن. بعد وقتی که برگشته و امروز از آقای خامنه ای و حکومت دفاع میکنه، خوبش اجازه کارم دادن، کاری هم به ایشون ندارن. ایشون بعد اینقدر قدرتمند هست که در تلویزیون جمهوری اسلامی میاد و به همه فحاشی میکنه. از این تواب ها زیاد هستن در تلویزیون، در روزنامه کیهان، در دستگاه رهبری تعدادشون بسیار زیاد هست. کسانی که جمهوری اسلامی رو برای 4 دهه دنبال کرده باشن، تعداد زیادی از این تواب ها رو میتونن ببینن. این تواب ها عاشق این تعابیر اسلامی شدن، عاشق تعابیر دینی شده و قید دینی، یعنی این تعبیراتی مثل جامعه دینی رو اینها مرتبا تکرار میکنند. تکرار میکنند که جامعه رو، یعنی حکومت رو، حکومت قصاب، حکومت شکنجهگر رو برای مردم قابل تحمل کنند. به مردم بگن شما باید با پیوستن به این، با عبارات استفاده از این گونه عبارات، باید این حکومت رو تحمل کنید. با استفاده از این عبارات کاری بکنید چلاقتون نزنن. با استفاده از این عبارات کاری بکنید که کمتر سرکوبتون کنن. این در واقع برای اونها کارکرد داشته. این تعابیر رو به مردم هم توصیه میکنن که شما هم استفاده کنید، شما هم در این چارچوب حیات فکری و حیات عملیتون رو تنظیم کنید که دوچار بلاهایی که بر سر ما اومده نشید. قوای قهریه جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی، قضایی، نظامی، انتظامی، بیش از همه در مورد دینی بودن جامعه سخن گفتن و مدام سخن میگن. شما به خطبه های نمازهای جمعه نگاه کنید، به بحث های آقای خامنه ای نگاه کنید، به برنامه که در تلویزیون پخش میشه، رادیو پخش میشه، نگاه کنید، مرتبا از این تعبیر جامعه دینی اینها استفاده میکنن. و اگر کسی بیاد یک روزی بگه آقا این چه چیزه، این چه قول بیشاخودمی است که شما درست کردید، طبعا او رو از بسیاری از امور جاری زندگی محروم خواهند کرد. و خب بلاهایی است که جمهوری اسلامی در طول 4 دهه بر سر مخالفان و مخالفانی که نقد میکنند این بلاها رو آورده. طبیعی است که این گونه مواضع که جامعه دینی هست و باید شما گردن بگذارید به هر آنچه که ما بهشون بتون القا میکنیم، سبک زندگی روحانیت، عقاید روحانیت، طبیعی است که این مواضع رو در شرایط بازجویی و شکنجه بیش از همیشه اینا تکرار میکنن، چون اونجا فرد بازداشت شده کاملا تحت سیطره و قدرت هست. در نیروهای نظامی هم این داستانها خیلی تکرار میشه. در کلاس های عقیدتی مدام به کادر ارتش، کادر سپاه، چون اونجا دستور از بالاست، از بالا دستور اومده که جامعه دینیه، شما حق ندارید که با این داستان مخالفت کنید. به همین دلیل دینی بودن یکی از اسلحه هایی است که بسیجیان و سپاهیان مدام به طرف مخالفان خودشون میگیرند. حالا ببینید این تعبیر دینی واقعا، ببینیم که آیا معنیدار به کار بردنش، آیا واقعا میشه برای جامعه ما عنوان دینی بگذاریم یا نه. بر اساس آخرین مطالعه‌ای که در سال 93 در وزارت بهداشت انجام شده، 10% جمعیت کشور طی یک سال نزد افراد غیر متخصص و بی صلاحیت بنا به نظراتی که اونها میدن داد، مانند دعانویس و رمال رفتن. از نظر جمهوری اسلامی رمال‌های رسمی، روحانیون، اینها نمایندگان خدا هستند. اما رمال‌های غیر رسمی اونها باید سرکوب شن و توی ادبیات رسمی به اونها حمله میکنن. در ادامه این گزارش میگه که آمارها نشان میدهد 68% از دختران در فاصله سنی 18 تا 26 سال دست کم یک بار به فالگیر مراجعه کردند. 50% نیز چند بار مراجعه کردند و 83% از دانشجویان حرفهای فالگیران را تصدیق کرده و با اعتقاد به سراغ آنها رفتند. خب این چیزی است که در جامعه ایران در همه جوامع وجود داره، یعنی مردم سراغ فالگیران میرن، یه در واقع چیز خوشگذرونیه، فانه. شما میشینید یه کسی مثلا میذاره با یه قهوه، با کارت فلان، یه داستانایی رو براتون میگه که معمولا هم توی داستانا چیزای خوبی پیدا میشه و افراد از این داستانها لذت میبرن. این همه جای دنیا هست، ما مختص جامعه ایران هم نیست، تعداد زیادی هم هستن، این تعدادشون کم نیست. این گزارش، حالا نمیشود به این گزارش هایی که در سایت های داخل ایران
منتشر میشه کاملا اعتماد کرد. اما همینطور که ما به دوروبرمون نگاه کنیم، خواهرمون، مادرمون، نمیدونم عمه، خاله، امروز مردم تا حدودی این کارها رو میکنن، دیدیم که این کارها رو میکنن، میرن میشینن فالگیر براشون فال بگیره و میشینن به این داستانها گوش میدن. خب با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جامعه چنین کاری رو میکنند، میشه گفت که جامعه ایران جامعه خرافاتیه و تحول خواهان باید راهبردهای سیاسی خودشون رو بر اساس خرافاتی بودن جامعه تنظیم کنند؟ این سوال خیلی اساسی است. من معتقدم که نه، اینکه مردم میرن میشینن دو ساعت، یه ساعت، 50 دقیقه، نیم ساعت یا حرفایی رو گوش میدن، بعدم میرن به زندگیشون میپردازن، با این نمیشود جامعه رو قضاوت کرد و عنوان خرافی برش گذاشت. گرچه اگر کسانی اینها رو جدی بگیرن، مثلا فرض یک خانومی به جای اینکه تلاش کنه زندگیشو پیش ببره، ارتباط داشته باشه، تو جامعه باشه، با آقایون قرار بگذاره، شام بخوره، نه ارتباط برای اینکه زندگی خانوادگی تشکیل بده، بره سراغ این فالگیرا و فال بگیره، خب معلومه جواب نمیگیره و اینها مسیر درست زندگی نیست. اما تعداد این کسانی که این زندگیشون رو بر اساس فالگیر تنظیم میکنن، تعدادشون بسیار اندک است و نمیشود این عنوان رو بر همه جامعه گذاشت و گفت جامعه ایران یه جامعه خرافاتی هست. ببینید در ایران، یه مورد دیگر رو مثال بزنم، بنا به آمارهای متفاوت حدود 7 میلیون ایرانی به طور دائمی یا تفننی مواد مخدر مصرف میکنن. اتفاقا خیلی جالب این بحث مواد مخدر، حدود 5 سال هست که مقامات جمهوری اسلامی مدام میگن که ما 1.3 میلیون معتاد مواد مخدر داریم، مدام اینو تکرار کردن و بسیار از کارشناس هم اینو زیر سوال بردن به درستی. اخیراً یکی از اعضای ستاد مواد مخدر اومد گفت که در ایران 2.8 میلیون معتاد ما داریم، معتاد مواد مخدر داریم. بعد هم یکی از اعضای در واقع کادر تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت گفت نه، اینم درست نیست، باید آمارش رو 20-30% بالاتر بود، یعنی حدود 3.5 میلیون. من فکر می‌کنم تازه 3.5 میلیون هم باز رقم خیلی خوشبینانه است. تعداد کسانی که در ایران مواد مخدر مصرف میکنن، از تریاک تا شیشه تا هروئین تا انواع و اقسامی که وجود داره، تعدادشون بسیار فراتر از این هاست. چون کافی شما به دوروبر خودتون نگاه کنید ببینید که مثلا در یه خانواده‌ای که مثلا 100 نفر عضو داره، چند نفرشون مواد مخدر مصرف میکنن. تازه این فقط به مواد مخدر اینطوری هم محدود نمیشه، به تریاک و هروئین و شیشه و ماریجوانا و اینها، الکل هم مصرف مدامش در واقع اعتیاد هست. در ایران در کنار این داستان، بنا به گزارش افرادی که در زمینه‌های روانپزشکی کار می‌کنن یا روانشناس هستن، اونها میگن که نریادم رفیق رو بگم، معتادان به سیگار هم در ایران حدود 20 میلیون نفر هستن. در کنار این، بنا به گزارش روانپزشکان و روانشناسان و روانکاوان، در ایران چیزی حدود 20 میلیون نفر با اختلالات روانی درگیر هستند. خب با این آمارهایی که من خدمتتون گفتم، آیا میشه گفت که جامعه ایران جامعه معتاده؟ آیا میشه گفت جامعه ایران دارای اختلالات روانی است؟ طبعا نمیشود چنین عناوینی رو به کار برد، به دلیل اینکه یه درصدی از جامعه با این گونه قضایا درگیر هستند. حالا درصدش حالا در یه زمینهای کمه، در یه زمینهای بزرگتر هست. در مورد قید دینی هم من نظرم همین هست. در جامعه ایران هستند کسانی که نمازهای پنجگانه‌شون رو میخونن، روزه میگیرن، حج میرن و رعایت میکنن این داستانها رو. اینا تعدادشون بسیار اندک هست. شما کافیست فقط به دوروبر خودتون نگاه کنید. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم جامعه ایران یک جامعه دینی است بر اساس اقلیتی که برخی از دستورات دینی رو رعایت میکنن. همش هم رعایت نمیکنن. ببین مثلا برخی از دستورات دینی هست که در جامعه ایران شما اثری ازش نمیبینید. اینکه غیبت نکنید، این جزء دستورات دینی اسلام هست، گفته شده. میگن الغیبت اشد من الزنا، که غیبت حتی از زنا کردن هم بدتره.
اما غیبت یک داستانی است که در ایران به شدت رواج داره، در اتفاقا در میان مذهبی ها به شدت بیشتر رواج داره، چون اونها اهل داوری کردن، اهل قضاوت کردن در مورد دیگران هستند. اصلا غیبت منشأش اینجاست. اگر شما در مورد زندگی دیگران، شخصیت دیگران، منش دیگران دهانتون رو ببندید، اظهار نظر نکنید، اصولا دچار غیبت نمیشید. مسلمانان، یکی از مسلمانان باورمند، یکی از اموری که به شدت درش درگیر هستن و بعدم این مبنای امر معروف و نهی از منکر قرار میگیره، اینه که مدام در مورد دیگران قضاوت کنن که این جهنمی، اون بهشتیه، این فاسده، اون غیر فاسده، این نمیدونم با غیرت، اون بی غیرت، این رعایت میکنه، اون رعایت نمیکنه، این دیندار، اون دیندار نیست. مدام برچسبهایی رو دارن، مدام بر دیگران این برچسبها رو میچسبونن. خب یه بخشی از مشخص هست که حتی اونهایی که ادعای دینداری میکنن یه بخشی از این دستورات دینی رو اجرا میکنن. به همین دلیل هم گذاشتن عنوان دیندار بر یک جامعه به نظر من اصولا یک تعبیر درستی نیست. فراتر از اون، شما اگر امروز به جامعه ایران نگاه کنید، به نظر من امروز خدای جامعه ایران پوله. خدای جامعه ایران الله به معنای مذهبیش نیست. شما در ایران با پول میتونید نوزاد بخرید، کرسی مجلس بخرید، مدرک دکترا بگیرید، مدرک لیسانس بگیرید، دکترای تخصصی قبول شید، همسران 9 تا 14 ساله بگیرین، عضو مجلس بشین، هواپیمای شخصی بخرید. اخیراً تبلیغ داده بودن که بیاید هواپیمای شخصی بخرید در برخی از سایت‌های اینترنتی. روحانیون با تقلیل همه چیز به دین از جمله اخلاق و بعد هم ابزار قرار دادن دین جهت کسب قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی، به نظر من همه ارزش‌ها و هنجارها رو در جامعه ایران معلق کردند. جامعه ایران اصولا از لحاظ ارزشی و هنجاری جامعه‌ای که در تعلیق به سر می‌بره، چارچوبای مشخصی نداره. از همین جهت هم تقلب و دروغ و چکای بی‌محل و جرم و جنایت و اینا در جامعه ایران بسیار زیاد شده در طی سال‌های اخیر. فقط یه مورد خیلی جالبش، میگن 230,000 زندانی در ایران وجود داره، اما پارسال یکی از مقامات از دهانش در رفته بود، گفته بود 600,000. در سال 57 در ایران ما فقط حدود 9,000 زندانی داشتیم با 35 میلیون. با دو برابر و نیم شدن جمعیت کشور، تعداد زندانی ها در ایران 60 برابر شده. ببینید چه بلایی بر سر جامعه ایران اومده که جامعه ایران امروز در چنین شرایطی قرار گرفته. یعنی ببینید روحانیون شیعه با جامعه ایران واقعا چه کردن. اینها رو کسانی که برنامه های من رو میبینن و این آمارها رو من خدمتون عرض میکنم، این آمارها رو ضرورتی نداره که شما حتما چون من میگم اینها رو بپذید، سرچ بدید، جستجو کنید، به گوگل جستجو کنید، ببینید تعداد زندانی ها در سال 57 در ایران چقدر بوده، چه تعدادی بوده و امروز در ایران تعداد زندانی ها چه تعدادی. حتی فرض کنیم که آمار رسمی دولتی درسته، 230,000 نفر، با دو برابر و نیم شدن جمعیت تعداد زندانی ها 23 برابر شده. اینا سوال داره که آقا جامعه به چه سمتی داره میره، چه اتفاقی در جامعه ایران افتاده که ما امروز به اینجا رسیدیم. از همین جهت هم جامعه ایران یه جامعه نسبتا معلق هست به نظر من، هنوز تکلیفش معلوم نیست که چی کاره هست و با گذاشتن اسم دینی و اسلامی اونها نمیشود این داستانها رو به نظر من پوشوند. حالا خلاصه داستان این که جامعه دینی نمیشود نظر من. افراد، ما فرد دیندار و فرد غیر دیندار داریم، مؤمن و غیر مؤمن. حالا به اسلام، مسیحیت، یهود، دین زرتشت، اینا انواع اقسام ادیانی که هستن، بهائیت، ما افراد دیندار داریم، افراد بیدین هم داریم، افراد متعلق به گروه های دینی مختلف هم داریم. اما جامعه یه هیولای دیگه ایه. برای جامعه نمیشود چنین صفت هایی رو بار کرد. اونایی که به کار میبرن، بدانید که مقاصد سیاسی و مقاصد خاصی رو دارن دنبال میکنن. حتی اگر اکثر افراد یه جامعه دیندار باشن، نمیشه اون جامعه رو دیندار گذاشت، اسم دیندار برش گذاشت. اصلا معنی نداره. ما یعنی چی جامعه دینداره؟ یعنی چی؟ یعنی جامعه، همه جامعه صبح بلند میشن ساعت 5 صبح نماز صبح میخونن؟ اصلا میشه جامعه عبادت کنه؟ جامعه باور داشته باشه؟ مگه میشه جامعه ایمان بیاره؟ ایمان یه امر فردیه، یه امر شخصیه. میشه جامعه مثلا راز و نیاز کنه با خدا، با خدایی که بهش اعتقاد داره؟
آیا با پخش راز و نیاز از رادیو تلویزیون دولتی میشه ادعا کرد یه جامعه دینی شده یا دینی میشه؟ ما اگر قدرت سیاسی رو از دیندارها بگیریم و اونها رو به عبادتگاهاشون برگردونیم، اثری از دینی بودن جامعه باقی میمونه؟ همونطور که نمیشه گفت جامعه خوشحاله یا غمگینه یا متنفره، دلش تنگ شده، یه احساساتی است دیگه، این احساسات فردیه. در مورد دینداری هم این تعابیر به نظر من تعبیر جامعه دینی یک تعبیر بی‌معنی است. حالا اسلام‌گراها باور دارن که جامعه دینی میشه، میشه جامعه رو دینی کرد، یه روش‌هایی هم براش کشف کردن و تعبیه کردن و دارن اجرا میکنن. این روش‌ها چیه؟ روش‌های دینی کردن، یک شلاق زدن کسانی که در ماه رمضان در ملأ عام غذا می‌خورن، مزاحمت دائمی و هر روزه برای شهروندان در موضوع حجاب، حمله به مهمانی‌ها که هر روز اخبارش منتشر میشه در سراسر کشور، دیگه بحث شهرهای بزرگ و تهران و مشهد و شیراز و اینها نیست، در سراسر کشور شما هر روز این اخبار حمله به مهمانی‌ها رو میتونید بشنوید. به خونه‌ها حمله میشه برای اینکه دیش‌های ماهواره‌ای رو توش جمع کنن، به زنانی که چادر میپوشن توی نمازخونه‌های ادارات جایزه میدن، به زنها چادر مجانی میدن، چادر رو برای ورود به برخی از رستوران‌ها و دانشکده‌ها و مکان‌های عمومی اجباری میکنن. افرادی رو که در کانال‌های در شبکه‌های مجازی فعال هستن بازداشت میکنن، کسانی که در کسب و کار لباس و آرایش هستند بازداشت میکنن، دخترهای کوچیک رو از سن 4-5 سالگی مجبور میکنن که مقنعه و چادر اینها بپوشن، و حتی بر سر مانکنها حجاب میگذارن. اخیرا در یه عکسی دیدم که بخش تحتانی جسد گوسفندها رو هم گاوهای ذب شده رو هم پوشونده بودن که اینها حتما تحریک کننده است. عکسش رو در یکی از این سایت ها گذاشته بودن. اینا روش‌های اسلامی کردن هست. حالا اگر واقعا از این فهرست رو، البته به نظر من تا ابد میشه ادامه داد، چیزایی که کارهایی که اینها کردن برای اسلامی کردن جامعه، البته برای روحانیون و اسلامگراها باور و ایمان قلبی مردم اهمیتی نداره ها، یعنی اسلامی کردن ظواهر رو میخوان درست کنن، چون میخوان بر ظواهر ها، چون قدرت دنیوی است، قدرت قلبی که نیست که، اینا نمیخوان بر دلها حاکم باشن، که میخوان بر بدن شما حاکم باشن، میخوان بدنها رو کنترل کنن، میخوان ذهنها رو کنترل کنن، رفتارهای خاصی رو میخوان تو جامعه باشه، رفتارهای خاصی هم میخوان نباشه. بنابراین یه داستانهایی رو درست میکنن برای اینکه مردم به اون سمت حرکت کنن. ببینید خلاصه داستان، واقعیاتی رو که ما باش مواجه هستیم، ما دقیقا نمیدونیم چند درصد مردم واقعا به دین باور دارن، به مسجد میرن، به مسجد نمیرن، اعمال مذهبیشون انجام میدن یا انجام نمیدن. دقیقا نمیدونیم چند درصد مردم سکولار یا عفویگرا هستن. دقیقا نمیدونیم چه تعدادی تعالیم مذهبی خودشون رو از روحانیت میگیرن. دقیقا هم نمیدونیم چه تعداد دین خودشون رو تغییر دادن یا بیدین شدن و چه زمانی این اتفاقات افتاده. به همه این دلایلی که خدمتتون عرض کردم، عبارت جامعه دینی یک عبارت پوچ و بی‌معنی است. جامعه ایران جامعه دینی نیست، همچنان که هیچ جامعه ای جامعه دینی نیست. نه تنها جامعه ایران، بلکه هیچ جامعه ای جامعه دینی نیست. اونهایی که از این تعبیر جامعه دینی مدام استفاده می‌کنند، اهداف سیاسی خاصی رو دارن پیگیری می‌کنند، به ذهن مردم می‌خوان اموری رو الغا کنند. نباید این گونه سخنان رو باور کرد. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه ششم از دوره 19 برنامه‌های در غیر این صورت، و تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمت شما خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.